آقای محمودی، تولید کننده سریال پوست شیر و داریوش، شما که خودتون افغانستانی هستید، چه حسی بهتون دست میده اگر یک روزی متوجه بشید که دولت طالبان که شما باهاش مشکل دارید و به خاطر همین توی یک کشور دیگه دارید زندگی میکنید، بیاد از اثر شما، از فیلم شما، سریال شما، هنر شما توی آثارش استفاده بکنه، توی تیزر تبلیغاتیش استفاده بکنه، اسمشو بزنه این ور اون ور، هر گونه سوء استفاده‌ای که میتونه رو بکنه که بیشتر پول در بیاره. همون حسی که اون لحظه به شما میتونه دست بده، حسیه که به داریوش عزیز ما دست میده. و فقط شما هم نیستید، متاسفانه چندین ساله که بسیاری از هنرمندان ما میان استفاده میکنن از آثار هنرمندان تبعیدی. استفاده که چه عرض کنم، سوء استفاده، دزدی، کثافتکاری، کار زشت، غیر اخلاقی. این پلانو ببینید. خوش به حالت، برو بیشب نخوری. خب مرتضا آقلو بده بیاد. اینجا بازیگر ما داره توی یک فضای کوهستانی بسیار سرد، سرمایی که میتونه انسان رو دیوونه بکنه، تمام جون انسان رو بگیره، داره صحبت میکنه، دیالوگ میگه، اما ما از سرما توی این بازیگرامون اثری نمیبینیم، نه تو دیالوگ گفتنشون، نه تو صداشون، نه تو میمیکشون، هیچی. حالا به یه نمونه خارجی با هم ببینیم. اینجا دیدید که این پیرمرد، شخصیت پیرمردمون، صداش نمی لرزه، ریاکشن آنچنانی به سرما نداره، به خاطر اینکه توی اون محیط سالیان سال زندگی کرده. اما شخصیت روبرویش، دانیل کریگ، ببینید چه جوری بازی میکنه. خب همینجا ما سریال داریوش یک سری نکات رو برای ما مشخص میکنه که ما با یک اثر شاهکاری که تمام جزئیاتش فکر شده باشه طرف نیستیم. یک مرحله میریم جلوتر. این پلان رو ببینید. شما اگر ندونید که داستان چیه و همینجوری به صورت گذری این یه تیکه رو ببینید، این حس بهتون دست میده که آقا اگر هادی حجازی فر به این ماشین نرسه، یک اتفاق بسیار خطرناکی قراره بیفته. مثلا ماشین قرار منفجر بشه و کسی که این بمب رو اونجا بودن این بمب رو میدونه هادی حجازی فره، یا اینکه یک اتفاق بسیار خطرناکی تو راهه و اگر این شخصیت به اون ماشین نرسه اتفاق بزرگی میفته. اما در اصل چی قضیه؟ اگر مثلا دخترش بره، دوباره میتونه باش تماس بگیره و ببینتش. پس چرا انقدر کارگردان ما تلاش کرده که یک درام بیهوده، یک تنش اضافی و الکی برای ما بسازه؟ چرا؟ حالا بعد از اون کات میخوره، اینو ببینید. ما میرسیم به اسلو موشن، یعنی شما شخصیت ها رو اپیزود اول داری میبینی، نه شناختی ازشون داری، نه مسئلهش مسئله شماست، نه اساسا مهمن برات این آدم ها به عنوان بیننده، اما تو اپیزود اول حجم عظیمی از احساسات میپاشه توی صورت بیننده بدون اینکه دلیل منطقی پشتش باشه و بدون اینکه پشتش طراحی باشه، یعنی اساسا نیازی باشه به این همه از احساسات. اینو ببینید. اینجا توی پلان A میبینید که جنس فیلم برداریمون و نورپردازیمون چیه و چقدر نور داریم توی تصویرمون، و توی پلان B با فاصله 2 ثانیه میبینید که حجم نور بسیار بیشتر شده. این یعنی چی؟ یعنی که فیلم بردار ما، کارگردان ما، راکورد نورپردازیش رو، راکورد فیلم برداریش رو نمیتونه حفظ بکنه، نمیتونه این مسائل کوچیک رو بهشون بپردازه، نمیتونه الفبا رو رعایت بکنه. و این سریال داریوش کلن فضای دکوپاژی که داره یک فضاییه که چندین سال توی سینما استفاده میشه و توی این فضا معمولا یک رئالیسمی، یک حالت مستندگونهی به فضای فیلم اضافه میشه. حالا اینجا اومدن این کار کردن، اما امان از ناشی بودن، امان از این که ما یک چیزی رو ببینیم و بیایم تقلید بکنیم بدون این که بفهمیم پشت ذهن اون کسی که قبلا این کار کرده چی بوده و علت این کار چی بوده. متاسفانه کارگردانای ایرانی جاهایی که
احساس میکنن نمیتونن میزانسن خوب بچینن، احساس میکنن که قابندی خوب نمیتونن داشته باشن، میان از این سبک تکوپاژی استفاده میکنن که ایرادهای خودشونو بپوشونن، قایم میشن زیر این تکونهای دوربین. شما زمانی که بخواید برای یک دوربین ثابت، یک دوربین مثلا فول شات، اگر زاویه نماتون یک نمای فول شات باشه، میزانسن چیدن برای اون بسیار سختتر و سواد بیشتری میخواد. اما کارگردانه ما فرار میکنن میان سراغ این کار، و توی این سبک دکوپاژیش، توی این استفاده کردن افرادگونه و عجیب و غریب و دیوانه کننده از لنز تله، کوچکترین اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که توی این سکانس اینو ببینید، اینجا بیننده ما گم میشه، بیننده نمیدونه که این دوتا شخصیت کجان، هادی حجازیفر کجاست، اونی که پشتشونه کجاست. یعنی موقعیت رو شما کاملا از دست میدی. این دوتا کاتی که به هم دیگه میخوره، این حس رو به ما میده که هادی حجازیفر با اون تعقیب کننده، با اون استاکره، با اون کسی که میخواد ببینه اینا دارن کجا میرن و دنبال شخصیت داریوشه، انگار نگاهاشون میخوره به هم دیگه تو این کاتی که میبینیم، و خود به خود این بیننده رو گمراه میکنه دیگه. یکی از بهترین نمونه های این سبک دکوپاژی سریال وراثت یا ساکسیژنه. توی اون سریال میبینیم که بله، زمانی که شخصیت ها نیاز ما صورتشون رو از نزدیک ببینیم، میریم روی لنز تله به صورت کلوزاپ یا میدیوم کلوزاپ شخصیت هامون رو میبینیم. اما زمانی هم که محیط، لوکیشن، فضا مهمه برای بیننده، برای داستان، برای کارگردان، از لنز واید استفاده میشه. یک نمونهش رو با هم ببینیم. Can we do the walking and talking? Okay. What? Walking and talking. He just wants us to be talking. اینجا کارگردان غیر ادایی آمریکایی ما که میدونه داره چی کار میکنه، سوادش میرسه و تسلط داره به روی قصهش، به جهان سریالش، زمانی که مهم اون عکاسه اونجا باشه، میاد از عکاسه شروع میکنه و با لنز واید اون پلانش رو فیلم برداری میکنه. عکاسه چرا مهم اونجا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم بدونیم که برای پدره نگاه رسانه ها، نگاه مردم چقدر مهمه نسبت به روابط خانوادگیش، و همینجا میاد اون عکاس رو به ما نشون میده. یا میریم جلوتر، مثلا توی سریال داریوش این پلان رو ببینید. پنشای برام اصلا به من ربطی نداره، داد داد نداد نداد. کارگردان ابتدا با استفاده کردن از پلانهای بسیار بسته و نزدیک به بازیگراش، بیننده رو گمراه میکنه. ما نمیدونیم که شخصیت داریوش کجاست، این دوتا دارن کجا دعوا میکنن، هیچ اطلاعاتی از لوکیشن نداریم. اما بعدش این شخصیتمون میاد میره بیرون، زمانی که میره بیرون بعدش برمیگرده یه نگاه به داخل میکنه و هادی حجازیفر به احمقانه ترین شکل ممکن در کنار اون جعبه ها وایستاده، در کنار اون کارتون ها وایستاده و نگاه اون بازیگر به این نمیخوره. چطور میشه که اون اینو نبینه؟ این یعنی واقعا فهمیدن همچین نکته ای، سواد نقد و سینما هم نمیخواد، بیننده عادی هم میتونه اینو تشخیص بده. یعنی کارگردان ما، تیم تولید کننده ما که با پوست شیرشون تلاش کرده بودن برای خودشون یک کردیت عجیب و غریبی بسازن، و خیلی از منتقدهای بی سوادم پشت اینا صف کشیده بودن که هی هر روز از اینا تعریف و تمجید بکنن، میاین اینجا میبینیم که آقا یه مسئله منطقی ساده رو نمیتونه به ما نشون بده. این بر میگرده، بعد این پشت کارتون رو وایستاده، بعد این نمیبینه اینو. توی فیلم برداری سریال داریوش بسیاری از جاها ما میبینیم که اوور اکسپوز شده تصاویرمون. یعنی چی؟ یعنی نوری که باید باشه بیشتر از حدیه که باید باشه. به طور مثال این نمونه ها رو ببینید، میبینید چقدر نور بک‌گراندمون زیاده، چقدر اذیت کننده است. یا مثلا توی این برفی که در اومده، مثلا یه برف خارجی ببینید، سمت چپ تصویر رو نگاه کنید، یه برف خارجی، حالا یه برفی که سکانس برفی که ما ایرانی ها کشتیم خودمون رو در آوردیم، اومدیم چیکار کردیم؟ انقدر حجم نوری که وارد میشه به لنزمون، وارد میشه به دوربینمون رو زیاد کردیم که اساساً لوکیشنمون معلوم نیست. توی بحث بازیگری، محسن قصابیان توی پلان اولی که ازش دیدیم، توی این چند تا جایی که دیالوگ نداشته فعلا خوب بوده. هادی حجازیفر تبدیل به یک کلیشه بسیار اذیت کننده شده.
آدم با استعدادی، قبلا جاهای خوب بوده و اون پتانسیلش رو به ما نشون میداده، اما توی یک قالبی گیر کرده که دیگه ما اساسا با شخصیت ها نمیتونیم ارتباط بگیریم. فکر میکنم توی 5 تا 6 تا کار همین بازی رو داریم ازش میبینیم، بازی که دیگه تبدیل به یک کلیشه شده، بازی که من و شما میشناسیمش، دیگه هادی حجازی فر رو ما داریم میبینیم. همین ابتدای امر خودش ما رو میندازه بیرون از اثر، ما نمیتونیم با شخصیت داخل فیلمنامه ارتباط بگیریم. یک نکته دیگه هم که وجود داره در رابطه با بازی، ما یک جایی میشنویم که عباس جمشیدی فر و هادی حجازی فر صحبت از ترسشون میکنن، اما ما تو بازی شخصیت ها این ترس رو نمیبینیم. ما با آدم های ترسو طرف نیستیم، اساسا شخصیتشون این حس رو به ما نمیده. خب این نشون میده که توی فیلمنامه شخصیت ها ترسو بودن، اما توی اجراشون، توی مراحل فیلمبرداریشون، توی بازی کردنشون ما ترسی نمیبینیم. درست عباس جمشیدی فر چک میخوره از اون آقا، مورد توهین و آزار قرار میگیره، اما ریاکشن خاصی نشون نمیده. اما حسی که به ما میده اینه که این از روی سیاست مثلا نمیخواد با اون درگیر بشه به خاطر نجات دادن رفیقش. یک نمونه ترس خوب بخوایم ببینیم، دنزل واشنگتن توی این فیلم. دنزل واشنگتن بازیگریه که توی همه فیلم‌ها نقش‌های بسیار مقتدر و تقریبا تمامی شخصیت‌هایی که بازی کرده مردهای آلفا و جسور بودن، اما توی این فیلم ببینید چجوری با جزئیات، با دقت، چقدر باورپذیر تونسته نقش یک شخصیت ترسو رو برای ما در بیاره. هادی حجازی فر اگر میخواد توی این حرفش پیشرفتی داشته باشه باید این قالب رو از بین ببره. خانم ژیلا شاهی رو داریم که نسبتاً بازیگر خوب و با استعدادیه، اما ایشون هم متاسفانه مقداری داره بوی کلیشه و تکرار میده. شروع سریال داریوش یک شروع ضعیف و ناامید کننده بود، یعنی جز اینکه یک سرگرمی حداقلی داشت، مقداری ریتم داشت، چیز دیگه داخلش نمیشه پیدا کرد. هم به خاطر نکات تکنیکی که عرض کردم خدمتتون که نکات بسیار بسیار خجالت آوریه که تو سال 2024 یک سریال حرفه‌ای بیگ پروداکشن تقریبا توی مدیوم ایران بخواد این ایرادها رو داشته باشه. در کنار اون با یک فیلمنامه و فضا و ایده بسیار تکراری و کلیشه‌ای طرفیم. داستان‌هایی که بارها شنیدیم و هیچ خلاقیتی هم داخلش مشاهده نمیشه. انگار که سازندگان 4 سال پیش اومدن یک اثر ضعیفی رو انداختن به مخاطب و مخاطب حالا استقبال کرده از روی اینکه چاره دیگه ای نداشته، انگار همون رو دوباره میخوان تکرار بکنن. نمره‌ای که من بخوام به این سریال در شروعش بدم نمره 3/10. ممنون که تو این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.